با سلام و درود به هم میهنانم در سراسر ایران و دنیا. کم کم سناریوی دریای خزر داره فروکش میکنه و این هوچیگری ها بسیجی های بدبخت فلک زده که یک ذره تعقل و تفکر و خرد وجودشون نیست و فکر بونن با این کارا خدمت میکنن، نمیدونم به کی، به خامنه ای، به یک مش جنایتکار که خودتون شریک جرم میکنید. حیف اینون برای شما. ما آمدم پشت پرده این هوچیگری، این سفسته، این مغلطه، این شلوغ بازی رو از داخل کشور خدمتون عرض کردم که چه هدفی داشتن. افکار انحراف افکار عمومی از مسائل و مشکلات حاد داخلی، فشار آمریکا، محاصره اقتصادی، مشکلات مردم، الان حقوق هم نمیتونن بدن، قیمت دلار، قیمت سکه، فحشا، بیکاری، تن فروشی خاص و عام در مجامع بین‌المللی، اعضای بدن فروشی، همه اینها میخوان چیکار کنن؟ منحرف کنن افکار رو و یک سری افراد میمون صفت عین میمون فقط تقلید میکنند. میمونن، فرقی نمیکنه جای دوست دشمنشو، هر کار بگم کار انجام بدن جای دوست دشمنشو بدید تا جونتون در بیاد. اما دیدین که باز مردم برگشتن به راه خودشون. حالا من میام پشت پرده واقعی دریای خزر و روسیه رو خدمتتون عرض میکنم. ببینید دوستان، قبل از این اتفاقات ایران و شوروی 50-50 بودند که سهم ایران بیشتر از سهم حقیقیش بود، چون اتحاد جماهیر شوروی بود، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان جزء شوروی بودند. اما شاه قلدر بود، شاه شارم قلدر بودند و کاری کردند که شوروی به 50-50 خانه بشن که هیچ کم اختلاف ایجاد نشه. همون بحثی که براشون مطرح کردم، شراکت 50-50%. بعد از فروپاشی، خب ما میدونیم کشور ترکمنستان کشور فقیریه، الانش هم فقیره، قزاقستان هم همچنین، آذربایجان یک مقداری جون گرفت، یک مقداری اقتصادش مطرح شد، یک مقداری رشد کرد. دار دسته زمانی که هاشمی بود و هاشمی رفسنجانی با اون لبخند کریهش، با اون لبخند کثافت سرتاپ و تنفر ما نسبت به اون لبخند، به اون افکار پوچ و بیهودش، آمدن حساب کردن، عقل بر عقل کردن که ما اگر این ستا کشور فقیر رو به طرف خودمون جذب کنیم، بچه هم بگیم آقا نه خیر، 5 تا کشوری 5 تا 20%، 100% و روسیه هم کاری نمیتونه بکنه، بعد ما یک کشور میشه طرف خودمون، میاریم طرف خودمون، ما میشیم 80%، فوقش آذربایجان بره اون طرفی، ما میشیم 60 اونا میشن 40. با این حساب آمدن و رفتن توی کشورها سرمایه‌گذاری کردن، پل ساختن، سد ساختن، جاده سازی کردن مجانی. خاتمی ادامش داد، احمدنژاد پولا رو بخشید که این حفظ بشه. روسیه در تمام مدت امضا نمی‌کرد قرارداد، هنوز امضا نکرده و نمی‌کنه. اما روسیه هم بیکار نشست، رفت طرف اونها و گفت شاید جذبشون کنه، ولی اونها دیگه به روسیه هیچون اعتمادی ندارند، نه ترکمنستان، نه قزاقستان و نه آذربایجان. این سه تا کشور با هم آمدن صحبت کردن که ما بیایم با هم دیگه چیز بشیم، نفت و گاز آینده‌ای که به دست میاد رو خودمون، چرا ما باید فقیر بمونیم همیشه؟ سردمداری قسم شد آذربایجان، حمایت پشتی قسم یکی از کشورهای منطقه داشت که شما این کارو بکنید، منم هستم. خب اونا آمد از این وسط، از این آب گلول بره خودشون ماهی بگیرند. الان هم ایران باخته هم روسیه باخته قصه رو ظاهرا، و از اون برم چین هم بیکار نیست که توی این مسئله اگه اتفاقی بیفته پیش بیاد، بیاد طرف قزاقستان و ترکمنستان بگیره و اون هم از این سفره برای خودش لقمه برداره. من فقط یک تعجب دارم اینجا،
یک عده تو کشور هستن که مرتب میخوان مردم بترسونن، واقعیت وجودی مردم رو نمیخوان مطرح کنن. چرا نمیدونم. بابا تو میترسی به دیگران نترسون. ما باید از موضع قدرت حرف بزنیم. ما قدرتمندیم دوستان، همه چی داریم سوای منابع که داریم، سوای نفت و گازی که داریم، سوای معادنی که داریم، فکر داریم، نابغه داریم، مبتکر و خلاق داریم، مخترع داریم، 1,200,000 نخبه در سطح دنیا داریم، بالغ بر 3,000,000 نخبه تو کشور داریم، زن و مرد، دختر و پسر فرق نمی کنه. گنجیست که تموم شدنی نیست، با پول از بین نمیره، با سیل از بین نمیره، با طوفان از بین نمیره، با جنگ از بین نمیره، با قحطی از بین نمیره. گنجیز پایان ناپذیر. علمه. پایش هم رضاشاه کبیر گذاشت، رضاشاه بزرگ گذاشت، ادامهش شاهنشاه آریامن انجام داد. اونا میدونستن دارن چی کار میکنند. این گنج تموم نشدنی است. سال 1999 میلادی کشور کانادا 400 میلیارد دلار پایان نامه‌های بچه دانشجوی ایرانی تو کانادا فروخت می برآمد. گنج. اونا میدونند. اونها میفهمند. ما قدرتمندیم، توانمندیم، ریشه داریم. این کشور آذربایجان و قزاقستان، ترکمنستان 4 سباست نیومدیم بالا، 15-16 سالی که سابقه داریم. نه. زمینی که اون کشورها واقعا فقیرن. آذربایجان با یه باد میلرزه، اما ما میگیم خب هست. وقتی که ما احساس قدرتمندیمون رو درک کنیم، باورمون بشه، اعتماد به نفس رو پیدا بکنیم، دوستان عزیز من بارها گفتم اونا میان طرف ما. اونجاست که روسیه به دست پا میفته. 60% میاد طرف ایران، 80% ایران، 20% اونها. الان روسیه تمام تلاش شده که چرا ایران 50-50 رو چیز کرده. اون جز ما بودن، ما از جز همون 50% خود باشه کنار می اومدیم. سهمی نداشتم. جدا شدم برم گوشم. اما بحث اینجاست که روسیه باخته تو قصه. ایران رو نفهمیشو بعضی حرفا. این بحث 11% و 13%، چون یک خورده این کشور، سه تا کشور فقیر و آشغال خود پررو شدن. اومدن حالا ندم از این منظر نگاه کن، از اون کدی به نفعشونه. اما این همش حساب کوره است، خاطرتون جمع باشه. مگه امارات چلغوز مگه ادعای جزاره نمی کرد؟ مگه ادعا نمی کنه؟ به کجا میرسه بعد از چنج حکومت؟ اگر امارات نیومد اینجا تناب ننداخت گردنش گفت من نوکر شما هستم، توف بزن تو صورت من محمدی. اگر بحرین بر نگشت و اگر قطر دو دستی تسلیم نشود، من هیچی نمیدونم. عربستان که به خاک ذلت میشینه. عربستان بر میگرده 500-600 سال قبلش به خاطر سیاست غلط حکامش. عربستان بمبیست که منفجر بشه تیکه تیکه میکنن اینو که در رست کارند، چون بیفرهنگی کردن، بدون برنامه کار کردن، فرهنگسازی نکردن و اون انفجارش هست. امارات، زمان امارات بودم زمانی که آمریکا به عراق حمله کرد، امارات ظرف 10 روز شد یک قبرستان، یک گورستان خاموش. 10 روز. چون ریشه و بوته ندارن، هیچی ندارن امارات. دوستان قبل از انقلاب، قبل از انقلاب ننگین، همه کنار دریا تولید میکردند. وقتی که شاهنشاه اونجا یک بانک ملی ساخته تو میدان جمال عبدالناصر 4 طبقه، میرفتن اونجا اینجا وایمستن، اینجا عکس میگرفتند، میرفتن باشگاه ایرانی از دور نگاه میکردن، بیمارستان ایرانی میرفتن اونجا طواف میکردند. چند ساله؟ 40 ساله. تازه چی میشه؟ برمیگردن به همون زندگی قبلی خودشون. دوره بود مست شدن، برمیگردن. اینقدر مست شدن که شیرای توالتشون و حمامشون و دستگیری در خونه‌شون طلا میکنن. این افراد و تفریط داره، این تفریط پدرشون رو در میاره. در نهایت میخوام بهتون بگم که دریای خزر مال ایرانه، قدرت ایرانه، و مطمئن باشید که اینا هیچ غلط نمیتونن بکنن.
بچه ما در مجامع بینایی ثابت خواهیم کرد، ثابت هم خواهد شد که اینها یک گروهی بودند به ایران حمله کردند، متخاصم هستند و هر قراردادی در سطح دنیا بستند باطله. وقتی قدرتمند باشی به قول حسن صبا، وقتی زور داشته باشی و زر داشته باشی، حرفتو همه جا میخرند. ما باید خودمون رو باور کنیم، باور کنیم که توانمندیم، باور کنیم که لایقیم، باور کنیم که داریم، بیش از حد تصور خوشبینی آدم ها داریم. تو این کشور هم امکانات داریم، همه چی داریم، آدم هم داریم، شما هستید. کار بی پیر پاتلا نگاه نکنید، ترسوار نگاه نکنید. اونایی که به امید 70 تا پول نفت اومده اصلا توجه نکنید. یه غلطی کردن، یه اشتباهی کردن، توشم موندن. ولی ما دهه 60، دهه 70، دهه 80، نیمه دوم دهه 40، دهه 50، ما اقتدار داریم، ما توان داریم. دنیا میدونه این رو، اروپا میفهمه این رو. الان اروپا تمام کاره حساسش، الکترونیکش، طراحیش، برنامه‌ریزیش، آیتیش، همه دست ایرانی هاست. همش دست ایرانی هاست، همش که میگم بالغ بر 70%. الان مالزی، ژاپن، برید ببینید، ما کار با 4 تا یاکوزا نداریم. تمام بخش ماهواره خاور دور، مال قسمت ژاپن و مالزی و اندونزی، تایوان، همش دست ایرانی هاست. بهتر اساتید دانشگاه مالزی مال ایرانه، ایرانی هستند. الان تمام بیشتر سیستم مخابرات ژاپن دست ایرانی هاست. پایه‌گذار الکترونیک نوین در دنیا ایرانی ها بودند. دکتر اوغازی ها بودند، مهندس قلوی ها بودند و خیلی های دیگه. حالا این حکومت لیاقت نداشت، رفتند. صنعت فرش دنیا و خیلی صنایع دیگر در اختیار ماست. بهترین شو درست میکنیم. از داره کشاورزی سرآمد دنیا هست، تو پسته، توی زعفران، توی خیلی مسائل دیگه. بخوام بگم وقت میگیره، را قبلا گفتم بهتون. پس اونهایی که این سمپاشی ها رو میکنن، این حال کار رو میکنن، یک سری مغرزن، یک سری هم نادان، یک سری هم لرزان. ما کار بیرون نداریم. اینا در مجموع تو تمام کشور به چند میلیون نفر نمیرسند. اونها هم بعد از ما سبقت میرن، شما سبقت میرن. بعد حکومت که عوض شد اصلا ما بودیم، شما کجا بودید؟ کجا بودید؟ ما بودیم، شما ها پشت سر ما آمدید. ما گفتم خمینی جلاده، ما گفتیم فلان، همونه که سینه میزنن و زیر لبای آقا میرن چیز میکنن. خامنه‌ای هم با حرفای امروزش نشون داد که حسابی ترسیده، حسابی خودشو باخته، همشون باختن خودشون و هر اراجیفی که مصرف میزد. پس بدونیم دریای خزر مال ماست، اون سه تا کشورم میان زیر چتر ما. مطمئن باشید و روسیه میمونه و خودش، مگر بیاد و با یک شیوهی بیاد با ایران آینده شریک بشه. البته اونم حساب کتاب داره، جیگر روسیه رو ما در میاریم، پوتین امثال پوتین ها روزگارشون سیاه میکنیم، چون باید با ما کار کنند، باید با ما کار کنند، نیاز دارن به کار، به کار ما. چون بیکاری تو سوری روسیه داره قوغا میکنه، صنایعش خابیده، کشاورزیش خابیده، فقر و فلاکت، پولش هم ساعت به ساعت داره پایین میاد. پس بیاییم به خود باوری برسیم. ما مقتدریم، ما قوی هستیم، دنیا به ما نیاز داره، آمریکا به ما نیاز داره، اروپا ما نیاز داره، برای نجات خودشون. بابا ما توانمندیم، ما ارزه داریم، ما لیاقت داریم، ما کیاست داریم، ما سیاست داریم، ما توان داریم، فکر داریم. اینو باور کنید که میدونم باورم میکنید. پس خودمون ارزون نفروشیم، با یه باده کوچیک سر کنن. از ما ریشمون خیلی قوی است، خیلی قوی است، هر چی شاخه رو بزنم با رشد میکنه. پس این پشت پرده روسیه است، برای همین تو 20 چند سالم امضا نکردند و ایران این نقشه رو کشیده بود. البته ترکمنستان و قزاقستان همون بدبختی که بودن هستن، رشدی نکردن. حالا ایران 4 تا 100 ساخت، 4 تا جدس، 4 تا ساخت فلان کرد، بازم به جایی نمیرسن با این حرفا. فقط آذربایجان یه خورده شکل گرفته و شیطنت هم توی قسمت آذربایجان میکنه. اما یه حکایت تعریف میکنم تمامش میکنم. یه نفر رفت توی کربلا، بعد که برمیاش قدیما خواهر که میرفت مشهد، بهش مشدی یا مشهدی
هر کی کربلاشون کللی کربلایی بعد که اسمش علی بود خب کربلا علی سخت بود میگفتن کللی خب اینا هست الان الانش هم هست ایدید خیلی بده بشن کللی یعنی فکر کنن کچر علیه پولاش جمع‌جور کردیم علاوه که گفت برم مکه بعد که بکشنم بشم حاج علی خیلی خوبه عنوانم عوض میشه هم کلاسم میره بالا هم از کللی خلاص میشم حکایت امارات و بحرین و قطر و کشوری مندر است خلاصه رفت مکه رفت مکه و برگشت اومد و بعد بهش کنن کللی زیارت قبول بیام براتون تعریف کنم رفتم مکه پسر فلانی اونجا بود داشت مشکل جات من رفتم این از زمین گرفتم بلند کردم مادرش نجاتم گفت حاج علی دست درد نکنه حاج علی خدا خیر گفت حاج علی جوری خلاصه این حدود 3 ساعت قصه حاج علی رو تعریف کردم حاج علی فلان حاج علی جو کمک می‌خوام حاج علی پول می‌خوام حاج علی آب بیار حاج علی این کارو بکن حاج علی این کارو بکن حاج علی همه اینا رو 3 ساعت با آبتاب گفت که حاج علی جا بیفته آخرش گفتن عجب حکایت داشتی کلنی عزیزید ایام بکام روزگارتون خوش